در حالی که دو روز از مفقود شدن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی می‌گذرد، جستجوها برای یافتن اثری از آن همچنان بی‌نتیجه مانده است. در نشست خبری که صبح دوشنبه به وقت محلی برگزار شد، رئیس سازمان هوانوردی مالزی گفت که هنوز شواهد تایید نشده‌ای مبنی بر وجود بقایای این هواپیمای مسافربری در آب‌های دریا وجود ندارد. پیشتر گروه‌های جستجوی ویتنامی از مشاهده شیئی شناور که گمان می‌رود درب هواپیما باشد خبر داده بودند. مدیر سازمان هوانوردی مالزی می‌گوید امروز ما از روش‌ها و ابزارهای بسیاری برای جستجو استفاده کردیم. از جمله 34 هواپیما، 40 کشتی، 100 نفر و هزاران نفر ساعت کار صرف این عملیات شده است. کشورهایی مثل ویتنام، چین، سنگاپور، اندونزی، آمریکا، تایلند، استرالیا و فیلیپین به ما کمک کردند. دوربین‌های مداربسته تصاویر دو مسافر این هواپیما را ثبت کردند که با گذرنامه احتمالاً دزدی سوار هواپیما شده بودند و همین مسئله معمای این پرواز پر رمز و راز را پیچیده‌تر می‌کند. حدود دو روز قبل یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی با 239 سرنشین مفقود شد و بی‌نتیجه ماندن جستجوها احتمال بروز سانحه‌ای برای آن را تقویت کرده.